امروز میخواهم درباره واژه واژه سخن بگویم. واژه از این حیث جالب است که یکی از نمایندگان واژه هایی است که هدف اصلیشان به کار نبردن واژه های عربی در فارسی است. کاربرد واژه واژه در فارسی همکنون چنان گستردگی پیدا کرده که تصور این که تا 70-80 سال پیش کمتر کسی آن را می شناخته و بنابراین به کار نمی رفته دشوار است. واژه واژه با خود معنایی را نمی آورد که در فارسی نداشتیم، زیرا پیش از آن لغت و کلمه و لفظ همون کار معنایی واژه را می کردن. چنان که گفتم، مهمترین انگیزه به کار بردن واژه کنار گذاشتن لغت و کلمه بود که عربی مانند صدها یا هزاران واژه دیگر به فارسی تحمیل کرده است. اگر ملاحظه های صرفاً زبانی را در نظر بگیریم، به واژه نیازی نبود، چون لغت و کلمه را داشتیم. ولی زبان تنها زبان نیست، چیزی است بیش از آن. بخش بسیار مهمی از فرهنگ و ایدانی یا هویت است. برای ایرانیان دلبسته به ارزش‌های فرهنگ ایران، فارسی نماد ایستادگی در برابر سلطه عربی و حفظ استقلال فرهنگی ایران بوده است. از جنبه فرهنگی و پدافند از ارزش‌ها که بگذاریم، تحمیل لجام گسیخته و خشن زبانی بر زبانی دیگر، به ویژه وقتی که این دو زبان از حیث ساختاری هم خانواده نیستند، یعنی قلبه عربی که زبانی است همچون عبری از خانواده سامی بر فارسی که زبانی است هند و اروپایی، به فلج شدن و درماندگی زبان فروده است، یعنی فارسی، انجامیده است. بسیاری از ایرانیانی که از کار به کار بردن واژه های عربی در فارسی روی گردانند، این کار را بر پایه احساسات میهن‌پرستانه و دلبستگی به فارسی می کنند. این احساسات به جای خود ارجمندند، ولی این تنها یک جنبه ماجرا است. جنبه ژرف‌تر دیگر این است که چیرگی عربی بر فارسی سازگارهای ساختن بگردها، کنسپت‌ها را در فارسی از کار انداخته و سدی بوده برای اندیشه پرسون دقیق و روشمند و پیگیر. یکی از ناتوانی‌های زبان فارسی از میان رفتن مصدرهای بسیط و فراوانی مصدرهای مرکب است که درآمیختگی با عربی بر آن تحمیل کرده است. این گونه مصدرها دست و پاگیر و دشوار کننده و هدر دهنده انرژی هستند. همچنین میتوان از آسیب‌هایی که عربی بر راجمان وندهای فارسی، پیشوندها و پسوندها زده است سخن گفت. آیا شگفت‌انگیز نیست که زبان فارسی کلاسیک تهی است از اندیشمندانی که اندیشه فلسفی ویژه‌ای را آورده باشند، به طور پیگیر و روشمندانه آن را پرورانده باشند و به نتیجه‌ای رسیده باشند، هرچه باشد آن نتیجه؟ چگونه است که ایرانیان در شعر درخشیدند ولی در سخن پیگیر و روشمند و پرسون از خود توانایی نشان ندادند؟ به نظر من یک دلیل مهم میتواند ناتوانی فارسی به سبب ضربه های ویرانگر عربی باشد. دلیل مهم دیگر استبداد مشترک دینی سیاسی بوده است که پرداختن به آن در اینجا شدنی نیست. برگردیم به اصل مطلب. واژه واژه با اینکه در فرهنگ‌های ترادادی سنتی آمده بود، ولی کاربردی نداشت و در فرهنگ ده خدا شاهدی از بکار بردن آن در شعر و نثر کلاسیک دیده نمی‌شود. به تعریف‌هایی که فرهنگ‌های ترادادی از واژه دادن نگاهی بیاندازیم. برهان قاطع به لغت زند و پازند به معنی کلمه است که لفظ است و آن از دو حرف یا بیشتر مرکب می‌شود. فرهنگ رشیدی واژه کلمه را گویند. فرهنگ آنندراش واژه به معنی کلمه باشد و سخنی است که از سه حرف یا بیشتر ساخته شده باشد. فرهنگ انجمن‌آرا واژه یعنی کلمه. معین در حاشیه برهان قاطع می نویسد در آهار جزو رودبار لواسان سرواژه به معنی صحبت کردن در خواب استعمال می شود. ده خدا در لهجه زرتشتیان واژه کلمه و رجوع به واج شود. فرهنگ جهانگیری واج امر به گفتن باشد، یعنی بگو. برهان قاطع واج امر به گفتن، یعنی بگوی. فرهنگ ناظم الاطباء واج گفتار و کلام و سخن. پس در زمان ده خدا واژه واژه هنوز در فارسی
جا نیفتاده است. او نام فرهنگ خود را لغتنامه می‌گذارد، نه واژه‌نامه، چنان که هزار سال پیش اسدی طوسی واژه‌نامه خود را لغت فرس نامید. واژه را فرهنگستان یکم به کار برده است، ولی آن را در فهرست واژه‌هایش ندیدم. با این حال دفتری که در بردارنده واژه‌های برگزیده فرهنگستان ایران بود با عنوان واژه‌های نو در سال 1319 چاپ و منتشر شد. گرچه واژه در ادبیات و زبان رسمی جایی نداشت، ولی در گویش‌ها به دیسه‌های گوناگون و حتی به دیسه مسترهای واژیدن و واجیدن به کار می‌رفت. در زبان بابا طاهر واجیدن یعنی پرسیدن. میگوید ابیواجی چرا بینام و ننگی؟ ابیواجی یعنی از من میپرسی. ابیواجی چرا بینام و ننگی؟ کسی کش عاشقه چش نام و چش ننگ. در زبان سنگسری واجیدن گفتن. بواجه یعنی بگوید، نواجه نگوید. دیمواج یعنی همصحبت صمیمی. از دیم و واج، دیم در بسیاری گویش‌های فارسی به معنای رخساره، چهره، صورت است. از اوستایی دایمن به معنای چشم. این واژه شکل اوستایی خود را در کردی نگه داشته است. دیمن به معنای چهره، رخسار. به واژه بازگردیم. در پهلوی واچ، واچک، واز به معنای کلمه لغت. در پهلوی مانوی واگ، همچنین در پهلوی پیواز، پاسخ. واچیدن، واژیدن، گفتن. واچیک، کلمه ای، گفتار. واچ داشتن، دعا خواندن. واچشن، واژش، ادا کردن. در اوستایی وچه، واژه، لغت. واوچ، واچ، وخش، سخن گفتن، گفتن. همریشه است با سانسکریت وچ، گفتن. وچه، واچ، واژه. وقتی، میگوید. یونانی اپوس، واژه. ایپین، گفتن. لاتین وکس، آواز، آوا. واژه های فرانسی وا، انگلیسی وایس، ایتالیایی وچه و اسپانیایی وز از همین واژه لاتین می آیند. همه این واژه های هندو اروپایی از پوروا هندو اروپایی وک گرفته شدن به معنای گفتن. واژه گرچه در فارسی رسمی به کار نمی رفته، ولی واژه های همخانوادی آن در فارسی کاربرد فراوان داشتن. اینها عبارتند از آواز، آوا، نوا که درستش نواست، نواختن، نواختن، نوازیدن. بانگ، وانگ، دنگ در کردی، دنگ در لوری. بخش پایانی واژ به دیسه های گوناگون در گویش ها دیده می شود. واژ، واج، واز، وک، واک، وات، وات. به ویژه دیسه‌ای که به ت پایان می‌یابد در گویش‌ها کاربرد فراوان دارد. در کردی ویتن، سخن گفتن، حرف زدن. ویتار، گفتار، مقاله. ناینی، وات. قهرودی کاشان، وات. سنگسری، وات. زازاکی، واتش. آورامانی سنندج، واتای، واچ. فریزندی ناین، وات، وج. گزی میناب، وا، وات. همدانی، وطن. در تاتی، در خونسار، نتنز، بوین زهرا، واتن، گفتن. در یک کرمان، واتمون، واتمان، سخن گفتن. تهرانی، وتفت، وتفت کردن. میبینید که ایرانیان چه گنجینه بزرگی از گویش ها و زبانها در اختیار دارند که به یاری آنها میتوانند زبان خود را تواناتر کنند. در مقایسه بسیاری زبان‌ها چنین سرمایه‌ای را ندارند. برای نمونه عربی که فزون بر این برخلاف فارسی آری است از گنجینه زبان‌های باستانی. گفتم که واژه یکی از نمونه‌های واژه‌هایی است که جایگزین واژه‌های عربی شدند. نمونه‌های دیگر عبارتند از شهرمانی، شهرداری، دادگستری که به جای نظمیه، بلدیه و عدلیه نشستند. از این گونه واژه‌ها می‌توان ده‌ها برشمرد. این جایگزینی ها از کوشش های لازمی هستند برای سر و سامان دادن به زبان فارسی. شاید یکی از علت های کاربرد گسترده واژه خوش آهنگی آن باشد. جدا شده هایی که هم اکنون از واژه به کار می روند عبارتند از واژه شناسی، واژه شناس، واژه سازی، واژه یابی، واژگان، تک واژ و دیگرها. همچنین واکه و واک که در زبانیک در برابر فونم به کار می روند. و این ما را به بحث کوتاهی درباره چیستی واژه در زبانیک می رساند.
در زبانی واژه عبارت است از کوچکترین واحد گفتار یا سخن که به تنهایی دارای معناست، مانند آب، ستاره، زیبا، مست، خندان، کهکشان. واژه می تواند یک پارچه باشد، مانند شب، روز، هفت. می تواند چند پارچه باشد، آبراه، چشم پزشک، واژه‌نامه، کهکشان، سردمدار، شبنشینی، بر خاک سیاه نشسته. کوچکترین بخش آوایی که واژه که به تنهایی معنا ندارد ولی می تواند واژه‌ای را از واژه‌ای دیگر مشخص کند، فونم نام دارد که در فارسی به آن واکه یا واک می گویند، مانند ش در شب، ر در روز و او در خون. در برابر فونم یا واک داریم مورفم که کوچکترین واحد نحوی یا دستور زبانی است، مانند ای در مستی، ا در دیواره، اک در چنگک، ام در روم، اد در خورد. برای مورفم در فارسی برابر خوبی نداریم، برخی آن را تک واژ میگویند که مناسب نیست. از دو واحد فونم و مورفم سخن گفتیم، اینها دو واحد زبانی که دیگر را به یاد میآورند. گرافم که کوچکترین واحد نوشتاری زبان است، لکسم که کوچکترین واحد معنادار زبان است. برای نمونه خاند، خاند، بخان، خانش، خواندنی، همه دیسه های گوناگون لکسم خان هستند. در این باره بیشتر میتوان گفت ولی وقت امروز ما به پایان رسید. همچنین میخواستم درباره واژه لغت سخن بگویم که از یونانی میآید. آن را بگذاریم برای فرصتی دیگر.